جرارد پیکه و شکیرا یکی از دوست داشتنی ترین زوجهای دنیای فوتبال بودن. خواننده معروف شکیرا و مدافع مشهور بارسا جرارد پیکه حسابی بین همه محبوب بودن. اما خب چند روز پیش همه با شنیدن خبر جدایی اونها حسابی شوکه شدن. برای همین هم توی این ویدیو رفتیم سراغ این دو نفر و دلیل احتمالی جدایی اونها. لطفاً لایک ویدیو، سابسکرایب چنل و همینطور فالو کردن پیج اینستاگرام ورزش هاب رو هم یادتون نره تا از ویدیوهای ورزشی بیشتری بهره مند بشید. چند روز قبل پیکه و شکیرا هر دو یک متن مشترک رو منتشر کردن که می گفت ما ناراحتیم که بگیم داریم راهمون رو از همدیگه جدا می کنیم. برای سلامت بچه هامون ما ازتون می خواهیم که به حریم خصوصیشون احترام بذاریم. شکیرا و جرارد برای بار اول سر صحنه موزیک ویدئوی واکا واکا که آهنگ مخصوص جام جهانی سال 2010 بود با همدیگه آشنا شدن. پیکه اون روز کار زیادی نداشته و فقط برای چند ثانیه توی این موزیک ویدئو بود، اما خب توی همون روز جرأت کرد و شماره تلفن شکیرا رو ازش گرفت. اینطوری بود که این دو نفر با همدیگه آشنا شدن و رابطهشون رو شروع کردن، اما خب الان بعد از گذشت 12 سال از همدیگه جدا شدن که واقعا غمگینه. شایعات زیادی در مورد دلیل جدایی اونها مطرح شده، اما خب هیچ کس حقیقت ماجرا رو نمیدونه. یکی از شایعه ها اینه که میگه پیکه به شکیرا خیانت کرده. شکیرا از ماه مارچ امسال به بعد دیگه عکسی از جرارد پیکه رو منتشر نکرد. در ماه آپریل هم شکیرا یک آهنگ رو منتشر کرد که گفته میشه در مورد شکست عشقیه. شکیرا در جایی از این آهنگ میگه بهم نگو که متاسفی، به نظر صادقانه میاد، اما خب من تو رو خوب میشناسم و خوب میدونم که دروغ میگی. بهت تبریک میگم، تو خیلی خوب نقش بازی کردی، من هیچ شکی ندارم. به نقش بازی کردنت ادامه بده، تو توی این شو خیلی خوب به نظر میرسی. با شنیدن این آهنگ و این لیریک های اون خیلی ها به این نتیجه رسیدن که شکیرا این آهنگ رو به خاطر خیانت پیکه خونده. چند وقت قبل از اونم شکیرا با بچه هاش دیده شد و پیکه اونجا نبود و شکیرا هم بسیار ناراحت و غمگین به نظر می رسید. تازه یک سری ها هم می گفتن که این دو نفر از همدیگه جدا زندگی می کردن و پیکه هم هر شب با هم تیمی خودش ریکی پوچ به کلاب های شبانه می رفته. یک سری شایعات میگفتن که پیکه با مادر همتیمی خودش گاوی رابطه داشته که واقعا دیوانه واره. بعد از اون حتی عکسای تقلبی منتشر شد که میگفت این مادر گاویه، اما خب بعدن مشخص شد که مادر گاوی یکی دیگه است و این حرفا همش دروغ بوده. اما خب احتمال خیانت هیچ وقت برطرف نشد. بعد از اون شایعه رابطه یه دانشجوی 20 ساله با پیکه مطرح شد و میگفتن که همین باعث جدایی این دو نفر شده. گفته میشه که شکیرا مچ پیکه رو با این دختر گرفته و بعد از اون این دو نفر از همدیگه جدا زندگی کردن و در نهایت نتونستن با این مسئله کنار بیان و از همدیگه جدا شدن. این دو نفر با همدیگه دوتا بچه به نامهای ساشا و میلان دارن و گفته میشه که الان دارن با همدیگه سر حضانت بچه هاشون میجنگن. شکیرا و پیکه برای 12 سال با همدیگه بودن، اما خب هرگز ازدواج نکردن. شکیرا هم دلیل اون رو این اعلام کرده بود که دوست دختر بودن بهتر از همسر بودنه. با وجود اینکه این دو نفر ازدواج نکرده بودن، اما خب رابطه اونها یک رابطه بسیار دوست داشتنی بود. حتی در سالهای اول رابطه اونها پاپارزی ها همیشه اونها رو دنبال میکردن و دنبال عکسای دو نفری اونها بودن. اما خب بعد از اینکه شایعات جدایی اونها مطرح شد و احتمال خیانت پیکه اومد وسط، خیلی از افراد از دست پیکه عصبانی شدن. یک سری از کامنت ها اینطوری بودن: چطور یه نفر میتونه به شکیرا خیانت کنه؟ بعد از اون میخواین بگین که همسرتون بهتون خیانت نمیکنه؟ اگر کسی به شکیرا خیانت کنه یعنی واقعا توسط اهریمن تسخیر شده، این مرد باید گرفته بشه و روش جنگیری انجام بشه. اما خب این وسط یه جوک باحال هم مطرح شد و با انتشار این عکس زلاتان ابراهیموویچ رو دلیل خیانت پیکه دونستن. اما خب در کل یه چیزی مشخصه و اون اینه که جدایی اونها برای همه خبر بدی بوده و اونها واقعا به همدیگه می اومدن. اگرچه خیلی ها دلیل جدایی اونها رو خیانت پیکه مطرح کردن، اما خب این مسئله اصلا تایید نشده و دلیل اصلی جدایی اونها هنوز نامشخصه. اما خب نظر شما چیه و به نظرتون چه عاملی باعث جدایی این زوج دوست داشتنی شده؟ لطفاً جوابتون و یا هر نظر دیگه ای رو که دارید برامون توی قسمت کامنت بنویسید. لطفاً لایک ویدیو و سابسکرایب چنل ورزش هاب رو هم یادتون نره. ممنونم از وقتتون. روز و روزگارتون خوش.